سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما عرض کنم که ببخشید کلیپ دیر شد، اینجا سرعت اینترنت پایین بود، تازه درست شد و من در خدمت شما هستم. حرف زیاد در مدرسه گفتن چون چند روز کلیپ نذاشتم، اما شروع حرفم رو، صحبتم رو از 16 از اون شروع میکنم. من یک مسابقه داشتم دو سه روز قبل با یکی از این خبرگزاری تقریبا معتبر که امروز یا فردا پخش خواهد شد، بعد تقدیم خواهم کرد. یه عده زیادی، خیلی زیاد در این چند سال در یک جمله با هم مشترک هستند که محمدی میخواد خودش رو به شاهزاده نزدیک کنه. چرا میخواد این کارو بکنه؟ شما چرا از زن خود شدید یار من؟ چرا خواستای خودتون رو به اسم کس دیگه به کار میبرید؟ من اگر دوست داشتم در خدمت شاهزاده باشم، برای خدمت به ملت و کشورم، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. چون بالغ بر 80-90 درصد افرادی که دوربر شاهزاده عزیزمون هستند، خود شاهزاده خوب میدونه اینو، دنبال منافع شخصی و انتقام گیری هستند و ایشون اینو خوب میدونه. این صحبت الان نیست، صحبت 15 سال پیش ایشونه. مصاحبه داشتند، خبرنگار بهشون گفتش که پس شما بیشترین دشمناتون همین مشروط خواه ها هستن، شاه دوست ها هستن. گفت بله، چون بی نهایت حتاکی میکردن، فحاشی میکردن، فقط دنبال انتقام بودند. بابا دوره قجری گذشت، کی میخوای یاد بگیری اینو؟ اون دوره که دنبال این بودن که نزدیک به شاه بشن و موقعیت بگیرن و عنوان بگیرن و لقب بگیرن و به اون لقب برن پول بگیرن، گذشت. بابا شازه این فکرها رو نداری، افکار نداره، دوباره خدمتگزار صادق میگرده، دوباره صادق خدمتگزار بدون توقع میگرده، بدون منت میگرده. ولی شماها چون پوچ هستید، تو خالی هستید، خائن هستید، مزدور هستید، بیلیاقت، بیتوان هستید، میخواد خودت نزدیک کنید که شاید از عناوین ایشون، از موقعیتشون استفاده بکنید. ایشون آب پاکی رو دست همه ریختند. ایشون خیلی صادقانه و راحت گفتن تا لحظه انتخابات هستم. بعد از انتخابات رأی مردمه. میفهمید رأی مردم یعنی چی؟ یعنی توی اشغال بی سواد، نادان، خانتمه به قول معروف، تما، جایگاه پایگاهی نداری. رأی مردم هست. ایشون تشخیص میده. زمان قاجار رو لقب میفروختند، هنوز افکار قاجاری تو ذهن شما هست. اگر شاهزاده اومدن به یک نفر گفتن موفق باشی، دلیلی نیست که تاییدش کردن. این همین شبکه تلویزیون جدید اومده، شبیر رفته، آقای شمیرانی و امثاله و باندشون همه رفتن یک شبکه تلویزیون درست کردن به نام ایران یاران چی چیک، باز اومدن برای شاهزاده فرستن. خب ایشون چی میگه؟ میگه برو موفق باشید. میگه برو موفق باشید، امیدوارم یعنی موفق باشید، یعنی اینکه برید افکار پوچتو بریزین دور در راه خدمت به مردم، به کشور موفق باشید. خواسته شخص بذارید کنار، عرضه و تمام و لیاقت داشته باشید، وگرنه خودتون تو رزومه من هست. من دربار زیاد دیدم، همون زمان شاهنشاه آریامهر هم من کسی، هر کس نمیتونست دفتر مثلا آقای ولیان بره، ولی من میرفتم، همه میدونند من دستبارم خیلی باز بود، چون کار بلد بودم، کار میکردم، تخصص داشتم. شبانه ساعت 9 شب آقای ولیان فرستاد در خونه دوباره من، برای یه جوان 19-20 ساله خیلی بود. چرا؟ چون میگفت کار از دست محمدی برمیاد، تموم شد، برای یه کاری بکن بیاد دنبالتون. یکی از این بزرگان یه نفر از سراغش گفت چی کار داری با من؟ گفت آمدم زندگی تو بنویسم. گفت برو یه فکری برای خودت بکن، زندگی نویس دیگران نباش، کاری کن زندگی تو بنویسن. ولی شما اکثرا چون جیره بگیر جمهوری اسلامی هستید، حجمه رو شروع کردید علیه محمدی، با نفی محمدی به هیچ جا نمیرسید، شما اثبات نمیشید. من وقتی 10-15 روز حجمه اسلامی شروع شده و این حرف های ساسا خشه فهمیدم باز 20 بهمن نزدیکه، دوباره میخواین مردم بکشین تو خیابون. من چندین بار گفتم جوان مردی خائنه، مزدوره. آقا نه، شما از کجا میگید؟ بابا خیلی راحت در 17 بهمن آمد لایف گذاشت، گفت آقایون، چون این حرفا شمیرانی است، این همه دیالوگ از یه جا میاد، همه از یه جا میاد.
چون 22 بهمن خبرنگارای خارجی رو دعوت کردن، پس نمیتونن تیراندازی بکنن. با سکوت بیاین تو خیابون. حکومت هم همین رو میخواد. این سایت کلاهبرداری که یک دو ماری چیز میگردی میگه بیا اینجا، وقتی میری فقط بخواد آمار بیننده‌هاشو بره بالا. تموم شد. پول میگیره. شما هم این کارا رو میکنید. آقای جوانمرد خودت هم میدونی به جایی نمیرسی. اونا هم که تعصب رسبیشون دارن خوش باشن. آدم متعصب نه عقل داره نه احساس. مردم ما باهوشن. مردم ما حرف شازده ازشون گوش میکنن. نافره مدنی یعنی هر چی حکومت خواست عکس عمل بکنند. نمیرن تو خیابون. همونجا الان روزا ساکته. الان تمام خروج شهرها قوغاست. همه دارن از شهر خارج میشن. از دیروز تا حالا. مردم میدونن با چه کار میکنن. شما نمیخواید بگید. شما پول میگیرید که این حرفا رو مردم چیز کنن برای شما. نمیکنند. مردم باهوشند. ببین آقا جواد تو همین دو سه روز که هر وقت چقدر افت کردی که 20 بهمن بیاین بیرون ولی شعار ندی هیچ کار نکنید. همین حکومت میخواد. غیر از چی میخواد؟ که به دنیا بگه این هر چند اگه 80 میلیون هم بیان بیرون حکومت کلکش کنده است. دیگه تموم شده است. همه جنایتاش خیانتاش اثبات شده است. نیازی دیگه نیست. سال قبل یادتونه گفتم به روحانی 80 میلیون به تو رأی بدم حکومت سارسی تو رفتنی هستی، تو ابتری، تو خط کننده هستی. الان همینه. ولی اینا ما یه چلو میشه. همهشون دست به دست هم دیگه دادن. همه دست به دست هم دیگه دادن که یه جوری 20 به مردم بکشن بیرون چون پول میگیرن بابتش. این آخرین تیر ترکش حکومته. بازی میرسه دقیقه 90 میگن این آخر 3-4 دقیقه آخرین تلاش تیم برای نباختن است. اینا باختن. بابا 30 تا گل خوردن. با 2 گل به جایی نمیرسن که برفرض بزنند. پس در نتیجه اونایی که فکر میکنند یا این شایعات را میگه من میخوام به شاهزاده از اون نزدیک بشم، توفیق است برای بنده اما برای خدمت گذاری. اونا چون توان جسمی ندارم بارها بارها گفتم سن من بالاست. زمان شاهنشاه یک ماشینه بودم سوبارو، اینا عین قوطی کبریت بود، قیمتش هم خیلی ارزون بود، اما وقتی میخواستی بخری میگفتن آقا این ماشین 8000 ساعت کار میکنه با بنزینش بیرون، خیلی کوچیک و مرتب. یه نفر او 8000 ساعت رو تو یک سال کار میکرد، یکی تو 5 سال کار میکرد. من 8000 ساعتم رو خیلی وقتی کار کردم. من از سال 85 تا 86 دیگه قسطی زنده هستم. خودم این رو میدونم. چون مرگم تجربه کردم میدونم اون بر خیلی خوبه. واسه من لاغه تجربه شخصی خودم. اما تا لحظه که زنده هستم جوری رفتار میکنم، جوری کار میکنم، جوری تلاش میکنم که از انگار اصلا نمیمیرم. اما جوری هم زندگی میکنم. جوری هم رفتار میکنم که انگار یک ساعت دیگه نیستم. اینا رو یاد بگیرید برای خودتون. شما اگه آرزو برسید برسید، اما پرونده هاتون هست، سوابقتون هست، همون دوربری خودتون میان پتتون رو آب میریزند. تموم شد؟ حالیتون شد؟ من خیلی از اطراف 16 از من هستم، خیلی سعایت من رو میکنم بکنم. من مرتب قبلا با ایشون با طریق دفتر مطالب میفرستم، ایشون یه جمله گفتن به آقای اویسی به من فرمودن که آقا دیگه مستقل عمل کنید. من مستقل عمل میکنم، کار خاصی هم نمی کنم. نه حزبی تشکیل دادم نه گروهی تشکیل دادم. یه عده زیاد تو کشور هستن. سلاح من صداقتمه، دفاع من حمله است به حکومت. تموم شد. شما می اگه برای راستین بکنید نزدیک شد به شازی چیزی به شما عوض نمی کنه. شما اگر عرضه دارید با تاج خودتون پادشاهی کنید، هر کدوم یه شاه باشید. و من اگر کاری می کنم، حرفی می زنم، کاری چیزی انجام میدم برای همین قضایاست. مثلا همین بحث تلویزیون چه داغش امروز مطرح کرد در رفتار رنگش، تو از کجا پولش آوردی؟ غیر از جمهوری اسلامی میده. وزیر اطلاعات پریز خیلی قشنگ حرف خوبی زد، گفت ما تمام خبرگزاری اکثر خبرگزاری دوره ایرانی هستن، ما اینا رو ساپورتشون میکنیم که برای ما اطلاعات جمع کنند. ما باید کار باید بمونیم برای بقای خودمون، برای بقای نظام جور و ظلم و ستم و خیانت و تبهکاری و اند آخرش. آقا جوانمردی تو یک لایو روز 17 بهمن چند بار گفتی حکومت جنایت کاره؟ چند بار گفتی بی شرف؟ یک بار گذره گفتی همش دزدی های مشتبه دزدی فلان. بابا مردم دزدی ها رو میدونن، چرا جنایتشون نمیگی؟ چرا خیانتشون نمیگی؟ چرا تبهکاری کشورشون نمیگی؟ کشور به تباهی کشنه نمیگی؟ چرا دربدری مردم نمیگی؟ فقط دزدی اینون گاه گداری هم لاش یه ذره جنایت هم گفتی، چون حق نداری بگی. تو یک مزدور پول بگیر هستی،
لطفاً خفه شو، برو بمیر، بس کن. تو باید دلتی کشور زندگی کنی نکنی. من یه حرفا سرم میشه، من شما رو خوب میشناسم، چون از شما لااقل 10-15 سال جلوتر هستم، میدونم اینا رو. 20 بهمن مردم بیا خیابون، تیراندازی نمیشه و خبرگزاری خارجی همه رو دعوت کردن. این حنا دیگه رنگی نداره. بگذاریم. خب آقای شبکه تلویزیون ایران و آقای رامبد جوان هم آمدن برنامه ققنوس اعلام کردند. توف تو شرف نداشتاتون. اونم برای 4 تا بخاری. چون این شازه تر اعلام کردن. این تر جهانیه. رامبد تو شکلی حرفا نیستی. شکلی حرفا نیستی. یعنی با این کارت نشون دادی آخر مزدوری بودن تو. یعنی همینجا تو تموم شده هستی. کات شده هستی. تموم شده هستی. هیچ جایگاه و پایگاه تو کشوری نخواهی داشت. برو با پولا و رانتی که دوزی کردی برو گوشه قبر برو خود رو پیدا کن، برو اونجا سرت بذار بمیر. ققنوس اعلام میکنیم، شیر هلال احمر اعلام میکنیم. من کشور ما گداست، گدازاده، بدبختا، بره بمیرید. دوستان عزیز همینجا خدمتتون عرض کنم، ققنوس هر نیازی داشته باشه، هر کاری داشته باشه، هر برنامه‌ش خودش مستقیما اعلام میکنه زیر نظر خود شاهزاده، مستقیم زیر نظر شاهزاده است. ایشون هر چی بخوان خودش واسه اعلام میکنن. حرفی هیچ کدوم از ماها رو چیز نکنید. حرفم نمیزنیم ما. چون میدونیم. بیانیه خودشون میدن. هر نوع همیاری و همکمکی هم بخوان خودش اعلام میکنن. هیچ کس دیگه. و این برنامه که اعلام کردن چون قبول سند جفت کشور جا افتاد. به سرعت هم جا افتاد. چون حقه. چون درسته. چون راه درسته. هدف مشخصه. نجات کشور، نجات دنیا توش هست. اینها اومدن اسمو چیز کنن. اما شما شکلی حرفا نیستید. عددی حرفا نیستید. عددی این حرفا نیستید. پس هر کاری بکنید به نفع مردم و کشور تمام میشه. ممنونم که این اسم رو جا انداختید. اونایی که نمیشنیدن، نشنیده بودن، اون هم شنیدن و دنبال ققنوس میرن، اما نه ققنوس شما. ققنوسی شازده اعلام کردن. و بره فراخوان دوستان. اینقدر فشار نه فراخوان 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 نهایی رو یک نفر خواهد داد، اونم شاهزاده رضا پهلوی، منتخب مردم، منتخب دنیا، منتخب تمام قدرت‌های دنیا، چون میفهمن توان داره. من تو این صحبتی که داشتم با این شبکه پیام اسرائیل یه جمله‌ای رو به کار بردم در اقتصاد، قبل از که ایشون اعلام کنن که با نماینده‌های مجلس کنگره ملاقات داشتن. در اقتصاد یکی از پایه‌های اصولی اقتصاد و ریشه یه جمله است، میگه جنس تو زمانی بفروش که میخرند، جنس تو زمانی بخر که میفروشند. شاهزاده موقعیت خودشو میدونست و میدونه آگاه تحت تاثیر اون قرار نمیگیره. الان اومدن سراغش، براش فرش قرمز پهن میکنن، حالا میتونه حرفشو بزنه، منت نمیکشه، التماس نمیکنه عکس بخواد بگیره، چون میدونه که الان متاعش خریدار داره. الان میخوانش برای نجات خودشون، برای نجات خودشون. فراخوان نهایی رو، آخری رو خودش شازده اعلام خواهند کرد اگه صلاح بدونن، وگرنه از من رو اینو نخواهید فراخوان بدید. ما نه عددی هستیم توی قضایا، نه توانشو داریم. همه گوش به فرمان یه نفر هستن و این بهترین نوع مبارزه است. تشتت ایجاد نمیشه، اختلاف ایجاد نمیشه، هر کی برای خودش نمیکشه. پس اون فراخوان اصلی رو به روز نهایی شون خواهد داد. حالا من مزر هستم که حتی گروهایی که یه خورده حمایت شازم داشتن مثلا به روز 20 بهمن حرفای بزنن، اما بهتره که نزنن، خودشونو ضایع نکنند. حرکت میلیونی، میدان میلیونی، امثال جوان مردی ها از تازه سر دختر بردن، فکر میکنند 4 نفر ممبر افتاده. نه خیر دوست عزیز، دستت رو شد، همه دستو تو هم دیگه است. امانیه مرده، با دوباره حرکت کرده که آره محمدی، ایر محمدی، بری بابا برو خود. تو چی هستی؟ نفی من اثبات شما نیست، شما دیگه تموم شده هستید، بریم پی کارتون. من ثابت قدمم، این حسن کار منه. تضاد تو حرفام نیست، تو رفتارم نیست. از همه مهمتر هیچ کاری برای آینده خودم تعریف نکردم، چون همه جور زندگی رو دیدم. من برای خودم کار تعریف میکردم، با شما میومدم یواشه که پشت پرده صحبت میکردم آقا منم فلان. نه خیلی دوست عزیز، چشم دل من سیرتر از یه حرف هاست.
بچم توان خودم میسنجم. رو برمی ققنوس دوستان میپرسن عزیز من چرا شما نرفتی؟ عزیز من در ققنوس برای شما بازه، ما رو شما جوان هاست، ما رو کار بردن، چرا باید یک صندلی الکی رو گرفت؟ چرا یه جایی الکی باید گرفت؟ با واقعیت باید حرکت کرد، با چیزهایی که عملی هست باید اقدام کرد. من در حد مشاوره اگه کسی من سوالی بکنه تستم بذاری مهره آزادم باشه. من چرا هیچ پست من قبول نکردم؟ چرا تو حکومت کسی قبول شدم؟ تو دانشگاه بزرگ دنیا خیلی جاها من خواستم، اونه که میدونن سوابقه میدونن، ولی گفتم من نمیام زیر چارچوب کسی باشم، من آزادم، آسی سر خودم، من خودم هستم، مهره هستم، هر جا خواستم من بازی کنم، خودم همراهی کردم باشم. ولی اگه رفتم توی چارچوب توی حزبی قرار گرفتم دیگه تموم شده هستم، دیگه به اساس هم نمیتونم راه حرف بزنم، باید در راه منافع اون چارچوب حرف بزنم. فعلا چارچوب من کشورمه، ملت بزرگ ایرانه، ملت بزرگ ایران، بزرگتر از این ملت در تاریخ وجود نداشته. 40 سال دوام آورد در مقابل این مهاجمین اجنبی با اسم دین، با لوای دین، با لباس دین، با ریش دین، با خرافات دوام آورده. الان سرش تو دنیا بلند کرده، ققنوسوار بلند کرده و این تیری به جگر حکومتی ها و خاری تو چشم حکومتی هاست. الان به اصطلاح در ایران دهه فاطمی است، مگه نه؟ مگه نه با روزه خونی کنن، گریه زاری کنن، اما چون دهه فجر هست، در از زجره، هیچی براشون فرق نمی کنه. من خاطره رو 2-3 بار تعریف کردم، یک بار دیگه هم تعریف میکنم. امارات بودم حدود 20 چند سال قبل، من حدود 20 سال خونم دوستان امارات بود، اکمان زنی و شارجه، بخاطر کار مشاور آبی که میدادم اونجا. من ماهی لاغلی هفته اونجا بودم، بخش ایران و جای کار دیگه خودم انجام میدادم. بعد چند تا از آیت الله عظما اومده بودن باشگاه ایرانی ها، گفت محمدی جان یک جایی بریم یک قلیونی بکشیم. گفتم اتفاقا پشت باشگاه ایرانیان قسمت اونورش چیز هست، کافه کوفی ها هست، مال عراقی هست، بریم اونجا. رفتیم اونجا رو گذاشتم و بعد من اینجا قرار داشتم رفتم. بعد یک 2 ساعت که برگشتم دیدم اینا رفتن جوترش هستن، این دختر خانم داره میزنه و میرقصه و خلاصه رقصه عربی از این حرفا. گفتم حاجی خواب برای شما زشت اینجا نشستیم، کسی شما رو ببینه عکس بگیره بعد تو خیلی بده. گفت محمد جان 48 نو رفتم زیر پاش میشستم. یه نگاه بهشون کردم، گفتم شما برای حکومت، برای قدرت بهتون بگن بیای زن بچه تو سر چهار پاشون رو بازگورید میکنید. مردم اینو فهمیدن. سپر شما دین بود، این سپر پوشالی پوشالی در اومد، از دست دادید. الان هم براتون فرق میکنه، دعی فاطمه که زبان نبود که نخندگی سوسک میشید، برای شما پس فرق نمیکنه، شما برای حکومت همه کار میکنید، همش قصه است. این خیلی خوبه. ببخشید چشم خوب نمیبینم. راجع به صفحه گوش تو اون مصاحبه صحبت کردم، بذار بزنم چیز بشه. خدمت شما عرضم که تعدادی از دوستان تصمیم گرفتن برن برای روز دوشنبه که تعطیل است برن پاسار باد. توصیه من اینه که یا یک شنبه تشریف ببرید یا نرید. اگرم خیلی استرس برید دوشنبه بعد از ظهر برید که از جمعیت شما نتونند عکسی فیلمی بگیرن، باز به نفع خودشون پاسار، ولی باز صاحب اختیار خودتون هستید، اینو گفته باشم. خب صحبت زیاد هست، اما یه مسابقه خوبی داشتم خدمت شما عرض کنم که طبعا خوب بود نظر خودم، تا فرد پس پخش خواهم کرد. چون مسابقه کردم کار حرفه میگی بذار اونا پخش کنن، چیز خاصی نیست اما بد نیست. اما روال کار خوب خودتون میدونید، روال کار رو میبینید، اراده دنیا رو میبینید. آمریکا برای احیای خودش، برای نجات خودش، برای بدنامی های خودش مجبور است یه حکومت بردارد. این شطور خودش برده بالا، خودشان باید بیاره پایین، شک درش نیست. و درگیری به اتحاد اروپا شروع شده که من راجع به اتحاد اروپا تو مصاحبه صحبت کردم مقدار کمی، بعد از صحبت خواهم کرد. و مردم پیروزی رو حس میکنند،
بیاد پیروز هستند. حکومت ذلت و خفت رو با تک تک سلوه بدنش حس میکنه. کلی از افرادشون فرار کردن با توی چند وقت دیگه داره با آخر کار میرسه و بعد از 20 بهمن جک دلار خلاص میشه مقداری و خیلی اتفاقات دیگه میفته. اما در نهایت درود به شاهزاد پهلوی، افکارش و عقایدش. اگر کسی رو ایشون اومدند گفتن این کارو بکنید، یعنی اگه برفرض ببینید، یه سری ما بهتون میگم، یه سری افراد هستن که اینا هستن، تیک تیکشون گونه هستن، اما یه سری افراد میان میخوان بگن ما شاهزاده میگه باشه امتحانتون رو پس بدید، امتحانتون رو پس بدید، یه مقدار بهشون پروبال میده، مقدارش پروبال میده، بعد پروبال میده خودشون نشون میده، ماهیت خودشون میده. در مورد فرشکر هم روز اول شاهزاده فرمودن که امکان داره نفوذشون باشن، ولی اینها هم بهشون مشتبه شد، بعضیاشون البته من کار ندارم، اما اینا چیزی رو عوض نمیکنه. تیر خلاص شاهزاده زدن، فرمودن تا زمان انتخابات من هستم، بعد از انتخابات رأی مردم. این کشنده است، این تیر، این یه کاتیوشا به تمام افراد دوره بر، کسایی که نقشه کشیده بودن، نقشه کسی که برای خودشون آمده بودن، خلاصه کیسه دوخته بودن، برای خودشون پست دوخته بودن، برای خودشون پست تقسیم کرده بودن، در خواب پنبه دانه میدیدند، گاهی لفلف میخوردن گاه دانه دانه، همه خلاص شد. قطعا این حرکت هایی میشه. یکیشون یک مثلا آقا ما میریم پیش شاهزاده فران میکنیم نامه گیر، یا مثلا آقا جوانمردی، آقا لس آنجلس ما زنگ زدیم گفتن که شما نیستید. عزیز من، من منم، من اینجا هستم. از این کارا زیاد کردن، از این حرفا زیاد زدند، ولی من راه هم ادامه داره. شاد چاد از دوربر شازه بگن آقای جوری، چون اونها هم حسادت میکنن، اونها هم مشکل دارن، اونها هم باختن قصه رو. من مخلص ملت ایران که داخل کشور هستم، من بر اون جون من میدم، مخلص کشور و خونم هستم، نه که شما اون بر آب نشستید و میگین لنگش کن. سوار از پیاده خبر نداره، شما نمیدونی تو کشور چی میگذره، عنوان مشاور دارید، رفیق دارید، دوست دارید، نمیدونید تیکه تیکتون رو نمیدونید. ولی من میدونم، من لمس میکنم، من هر روز با مردم در تماسم، من میدونم چه خبره. و یه خادم هستم، سعی میکنم خادمم بمونم. سعایت شما این حرفا رو من میخواستم اهمیت بهش بدم که باید میرفتم میمردم. نمیگم درخت پرباری هستم، من راستی جایی فوق به پرانتز باز کنم دوستان. خیلی راجع به بعضی مسئله علمی سوال کردم، یکی راجع به بحث بچه قول داده بودم نشد، وقت نشد، ولی قول میدم به زودی زودی کلی در این مورد بزنم، در مورد تربیت بچه، رفتار با بچه در زمان چیز اینا بزنم، کوتاه مدت کوتاه مدت. ولی تناسخ هم خیلی سوال میکنم، تناسخ من دو تا جواب برشون بعدا خواهم داد، یکی بحث تجربه شخصی خودم است، یکم تناسخی که در دنیا رواج رو به طور معمولی، هرچند الان وقتی بحثو نیست، ولی خب خوشحالم، خوشحالید، سرحالم، چه سرحالید، و پیروزی رو با گوشت و پوست و سان حس میکنید. و ققنوس کاملترین و جامعترین طرز که در طول تاریخ یک لیدر سیاسی، یک رهبر اعلام کرده، تا الان نداشتیم. فرمودن خودمون باشیم، حالا خودمون میشیم دیگه، نمیتونم برای ما دانشمند صادر کنم، نمیتونه واسه ما اینو اونو بفرستند، نه، اینجا توان میخواد، شایستگی میخواد، لیاقت میخواد، کشور سیستم میشه. من یک بار تکرار میکنم، شاهزاده عزیز قبل از آمدهشون چند تا کار رو انجام دادن. یک، دین از سیاست جدا، پاشنه آشیل همه حکومت ها بوده. دو، اعدام تمام، خیلی عالی. سه، سیستم شدن کشور، یعنی شایسته سالاری شدن، یعنی وقتی حکومت سیستم شد فرق نمیکنه چی باشه، یعنی یک وزیر حق عوض کردن یه آبدارچی یا استخدام آبدارچی نداره، باید طرحاشو ببره ارائه بکنه تو وزارت خونه، اونجا 11 نفر نشستند و بعد اون 11 نفر بیا آقای وزیر میگن این طرح قابل قبول هست یا نیست، اگر هست بودجش از کجا میاد. همچی دیمی نیست که یک وزیر بیاد تا بخشدار رو کجا رو عوض کنه، تا آبدارچی رو عوض کنه، نه دوستان عزیز، تموم شد دوران، دیگه مرد دوران قجری، رفت به خاک سپرده شد، تموم شد. آخریش هم که ترقابونس هست. من تو این همه سال مطالعه کردم، این همه کتاب خوندم، این همه کشور رفتم، تری در طول تاریخ جامع‌تر و کامل‌تر از این ندیدم. مبارک ملت رو باشه، لیاقتش رو دارید، حقتونه، تا کور شود هر آن کسی که نتواند.
محفشانت نور و سگ آو آو کند. ایام بکام روزگارتان باشه.